با عرض و ادب خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم، مجله تایم آقای روحانی را به عنوان یکی از 100 شخصیت جهان در سال گذشته یا سال جاری برگزیده شد. اون مهم نیست، مهم این است که نام و عکس او در ردیف 100 شخصیت جهانی آمده است. به واقع آدم زرنگی است آقای روحانی، به واقع آدم زیرکی است. یک هفته 10 روز مسئله قیمت بنزین در اون مملکت مردم را بازی داد. گاهی گفتن 1200 تومان می شود، گاهی گفتن اضافه نمی شود. آقای روحانی گفت یک شیب ملایمی دارد بهای بنزین و مسائلی از این دست و قبیل، و ناگهان اعلام کردند که بنزین شد لیتری 1000 تومان. چرا عرض میکنم این زیرکی است؟ در تمام مدتی که قیمت بنزین اعلام نمیشد، دستگاه آقای روحانی بررسی میکرد که چه تعداد از مردم این یارانه ها را نمیخواهند و نمیگیرند. آمار نشون داد که 5-6% از مردم گفتن یارانه نمیخواهیم، و بقیه همه گفتن که نه، ما به این یارانه ها احتیاج داریم و رفتن ثبت نام کردن. مخالفین جار و جنجار را انداختن، سر و صدای بسیار زیادی که دیدید آرای آقای روحانی چقدر است، دیدید که اون آماری که گفتن دروغ بوده و آمار طرفداران آقای روحانی همین 5-6% است که بنا به تقاضایشان یارانه را نگرفتن. بلافاصله بنزین اعلام شد، قیمت بنزین اعلام شد، گفتن 1000 تومان. صفهای متعدد طولانی بسته شد، روزنامه ها و عرض کنم رادیوی داخل کشور و کجا و کجا نوشتن که مردم در داخل خانه ها از قبل بنزین ذخیره میکردن، یعنی قبل از اینکه قیمت تازه بنزین اعلام شود مردم میرفتن بنزین میخریدن و در خانه ها ذخیره میکردن. حالا به کار اینکه چقدر خطرناک است این عمل و چه مصائب و مشکلاتی را میتواند پیش بیاورد کاری نداریم. میخوام برسم به نکته. دقیقاً همان میزانی که قرار بود و تصور میکردن که مردم یارانه ها را ترک خواهند گفت و بنابراین دولت میتواند آن بودجه را حفظ کند، نه برای امور عمرانی، برای اینکه بتواند چرخش را بگرداند در این بحرانی که گرفتار آمده است، چون پول ها را دائم ناچار و ناگزیر میفرستن برای حزب الله، غذاها را ناگزیر میفرستن برای مامورین بشار اسد. و چه حالا همون مقداری که مردم صرف نظر نکردند از دریافت یارانه ها بر قیمت بنزین افزودند، یعنی پول را از مردم میگیرند بابت فروش بنزین و به عنوان یارانه به خودشان پرداخت میکنند. ملاحظه بفرمایید، از جیب مردم با این نیرنگ یا با این ترفند یا به قول آقای روحانی با این تدبیر پول را از جیب مردم بیرون میکشند و بعد به عنوان یارانه، به عنوان صدقه دوباره به مردم باز میگردند. این چنین است که اقتصاد خوابیده است، اقتصاد از جایش تکان نمیخورد و امیدی هم نیست، چون بحرانی که حکومت اسلامی را فرا گرفته است، بحرانی که در تمام طول هفته‌ای که امروز آخرین روز آن است بان اشاره کردم، دیگر بحران نیست که یک جایی بتواند توقف کند. بیهوده نیست 10,000 مأمور را می‌ریزند به خیابان‌ها به بهانه اینکه اگر دشمن خارجی پایش به پایتخت مملکت رسید چگونه اینها دفاع کنند. اما ما می‌دانیم که اینها مسائلی است که بابت ترساندن مردم انجام می‌دهند. چرا چنین می شود؟ از سرگرمی دنیا سوء استفاده می کنند. آقای پوتین و آقای اوباما
دوباره به هم دیگر چنگ و دندان نشان میدهند. اوضاع و احوال به گونه است که صدر اعظم آلمان دارد شتاب زده میآید به آمریکا تا بلکه بتواند این بحران را جلوگیری کند. بسیاری از اندیشمندان در نشریات گوناگون اروپا می نویسند که این را جدی تلقی کنید که اگر بحران اوکراین، اینو اندیشمندان می نویسند، حل نشود، ممکن است جنگ جهانی سوم از بحران اوکراین شروع شود. جنگ سوم جهانی دیگر مثل جنگ اول و دوم نیست. جنگ سوم جهانی مسئله است که با این ابزاری که امروز در اختیار ارتش‌های قدرتمند است، مثل اشعه لیزری که آمریکا فعلا آن را دارد، مثل بمب اتم و دیگران، چه چیزی از این دنیا باقی میماند؟ با آن هم کاری نداریم. مسئله این است که سران حکومت اسلامی دارن از این وضعیت استفاده میکنن. همین که سازمان آزادی بخش فلسطین و حماس و اینها با هم ادغام شدن بعد از سالها اختلاف، بعد از اون که حتی کودتا کرد حماس و نوار غزه رو جدا کرد از بقیه سرزمین های فلسطینی و شدن دو دولت و با هم جنگیدند، حالا با هم آشتی کردن. بلافاصله اسرائیل گفتش که پس بنابراین به این ترتیب ما مذاکرات صلح تعطیل شده است. آقای اوباما از فرصت استفاده کرد، چون هرچی وزیر امور خارجه رفت بلکه بتواند صلحی برقرار کند، نه اینکه دلش برای مردم فلسطین میسوخت، نه اینکه میخواست کدورت اسرائیل را رفع کند، بلکه میخواست این خرابکاری هایی که طی 6 سال گذشته ریاست جمهوریش در جهان انجام داده و حیثیت آمریکا را پایین آورده، بلکه بتواند با برقراری یک صلح دوباره به بالا برگرداند. آقای اوباما گفت بله، حق با اسرائیل است و الان دیگه موقع سخن گفتن از صلح و صفا نیست. این چنین است که نشریه‌ای می‌نویسد، نشریه آمریکایی، نشریه سیاسی آمریکایی می‌نویسد که آقای اوباما بیشتر به درد این میخورد که بخشدار یک محله‌ای شود تا بیاید ریاست جمهوری آمریکا. هر کسی تبلیغات ریاست جمهوری آقای اوباما را انجام میداد، بسیار خوب انجام داد، چون از آقای اوباما یک شخصیت نمونه به مردم آمریکا ارائه داد. این که میگویم تبلیغات، همون قضیه همیشگی است که اشاره کردم، یعنی دستگاه‌هایی که اون پشت با انباشتن میلیارد میلیارد دلار که از غارت سرمایه‌هایی مثل ملت ایران به دست میاد، این تبلیغات رو انداختن. حالا می‌نویسند که طی این 6 سال ثابت شد که آقای اوباما به درد این می‌خورد است که حداکثر بخشدار یک محله باشد و یا یک سازمان نیکوکاری را در چارچوب افکار خود انجام بدهد. نمی توانست و نمی بایست رئیس جمهور می شد. حکومت اسلامی از تک تک این مسائل استفاده می کند، از تک تک این بحران ها برای این بهره می گیرد که این گردابی را که در دریای ایران به وجود آمده و هر لحظه سرعت بیشتری میگیرد چرخش این مرداب، و هر لحظه ممکن است این مرداب کل حکومت را به زیر بکشد، فکری کند و اندیشه‌ای کند و مانع بروز این اتفاق بیفتد. اما این اتفاق ناگزیر است، اتفاقی است که قطعا انجام میشود، تردید نکنید. خیلی که بخواهیم حوصله به خرج دهیم، خیلی که بخواهیم ناباوری کنیم، خیلی که بخواهیم بگوییم که نه این چنین نیست، به هزار یک دلیل، به دلیل ناامیدیمون از آینده، به دلیل اینکه هی گفتن و انجام نشده است، این حکومت حد اکثر اگر تمام نیروها جمع شوند و همه تیرک ها را زیر این بنای نیمه ویران بگذارند،
تا پایان ریاست جمهوری آقای اوباماست. با رفتن آقای اوباما و با اولین رئیس جمهوری که بعد از آقای اوباما بیاد، اولین گامهاش برچیدن این حکومتی است که امروز روز حمله برای نجات گروگان‌های آمریکایی و سقوطشان در صحرای طبس را جشن گرفتن. همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم و این خبر منعکس میشود، وقتی که نماینده را راه نمیدن به سازمان ملل متحد و میگوین این جزء دانشجو بوده است، طبیعتا امروز سخنان نماز جمعه را هم شنیدند که گفته است آقای کارتر در کتاب خاطراتش نوشته است که من گریه کردم روزی که فهمیدم گروگانگیری شده و گریه کردم روزی که فهمیدم کسانی را که برای نجات گروگانها فرستاده ایم با سقوط هلیکوپترهاشان کشته شدند. اینها را ملت آمریکا فراموش نمی کند و هر کسی که بیاید ناگزیر است به این طلب مردم آمریکا از حکومت اسلامی، نه از مردم ایران، پاسخ دهد. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا صبح روز دوشنبه همه شما عزیزان آگاه را به ایزد مهر می سپارم. بدرود.